بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نهایت عزیز، مسئولین گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را خوش آمدید میگم به جلسه 28 مضمون فیزیک طبی بخش نور سمستر دوم طب معالجوی و استوماتولوژی. دوستان عزیز، رسیدیم به عدسیه ها. که عدسیه ها چی است؟ ما در فصل گذشته در رابطه به البته منشور و انکسار گپ زده بودیم که نور از محیط رقیق وارد محیط غلیظ میشد، از محیط غلیظ وارد محیط رقیق میشد و شکست میکرد، یا بر در صورت عموم در درباره شکست نور بحث کردیم. فصل چهارم کتاب ما شما درباره دیوپترها است، که دیوپترها هم در اصل همو محیط های شفاف میگن، که تمام مواردش تکراری در فصل پنجم آمده، که فصل پنجم ما بحث از عدسیه ها میکنه. پس از همین خاطر دوستان، ما فصل پنجم، فصل چهارم موضوعات شد تمام شد، در فصل پنجم چون میخوانیم فصل چهارم نمیخوانیم، فصل چهارم ما فقط دو سه ورق است. دوستان رسیدیم به عدسیه ها. عدسیه ها را میخوایم تعریف کنیم که عدسیه ها چی است و چی خصوصیات داره و در اصل چی به درد ما میخوره، در بدن ما در کدام قسمت عدسیه ها وجود داره، و دوم دیگه در طبابت ما از عدسیه ها چی گونه استفاده میکنیم. ما در فصل گذشته فقط ما انکسار قوانین شفا میدیم که انکسار یعنی چی، چرا، به دلیل ازی که ما قاعده و قانون انکسار را باید بفهمیم. اگر قاعده و قانون انکسار را نفهمیم، بعدها ما از وسایل اپتیکی یا از وسایل نوری استفاده کرده نمیدانیم. مثلا اندسکوپ، البته ما میگیم چی است، مایکروسکوپ، تلسکوپ، البته تمام وسایل، یا رفرکتومتر یا فوتومتری و غیره، تمام از اینها که از دوست و مایکروسکوپ یا تمامش وسایل اپتیکی هستند که به اساس قاعده و قانون البته فیزیک نور چی شده، عیار شده یا ساخته شده. پس دوستان، ما باید قاعده و قانون رو بشناسیم، بفهمیم قاعده و قانون رو، باز بعد از اون ما بتانیم که یک جسم، یک آله بتانیم بسازیم. مثلا اگر علمای فیزیک یا کسایی که دکتر بودن، اگر کسا فیزیک نمیفهمیدن، حال اندسکوپ وجود نمی داشت. یعنی در اصل از قوانین از این فیزیک نور در اصل استفاده کردن تا ما آله ای را ساختیم که قسمت های داخلی عضو بدن رو میبینیم، مثل لابروسکوپ، لانگروسکوپ، البته ما میگیم چی هست، کلونوسکوپی و غیره و غیره. پس تمام از این همیا از قاعده و قانون خود چی هست، البته فیزیک نوری برخوردار است. آمدیم دوستا در رابطه به عدسیه ها، که در این فصل باز ما در رابطه به بعضی از موارد ما صحبت میکنیم انشاءالله. عدسیه ها را اگر تعریف کنیم دوستا، عدسیه ها هم محیط شفاف هستن. عدسیه ها یا لنز ها در اصل محیط شفافی هستن که از جنس شیشه هستن، آجنسه شیشه، یعنی شفاف است. او بغلش ازش معلوم میشه، نور از او عبور میکنه، که البته این محیط شفاف که است، از دیوپترهای کروی یا یک طرفش مستوی باشه یا دو طرفش کروی باشه یا یک طرفش کروی باشه، پس یعنی شیشه ای باشه که حداقل یک طرفش چی باشه، کروی باشه. این رو ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام عدسیه یاد میکنیم. محدوده رو به نام عدسیه یاد میکنیم. یعنی عدسیه اونمو جسم شفافی است که یک طرفش کروی یا دو طرفش کروی یا یک طرفش کروی، یک طرفش مستوی یا یک طرفش کروی محدب، دیگر طرفش کروی مقعر، یعنی حداقل یک طرفش چی باشه، کروی باشه. پس این را ما به نام عدسیه ها یاد میکنیم. عدسیه ها جنس شیشه هستند که محیطشان غلیظتر از هوا است، چون شیشه از دوستا ذراتش با هم دیگر نزدیک هستند. به صورت عموم دوستا، ما دو نوع عدسیه داریم. به صورت عموم دو نوع عدسیه داریم. یکی عدسیه های کروی است، یکی هم عدسیه های استوانه ای از اوسا. یکی عدسیه های کروی است و دیگر عدسیه های استوانه ای است. که عدسیه های کروی قسمت از کره است، کره شیشه ای است، و عدسیه های استوانه ای قسمت از استوانه شیشه ای است گرفته شده، که انشاءالله در رابطه بردیشان چی میکنیم بحث میکنیم. آمدین در قدم اول مشخصات عدسیه های کروی را میخوانیم، که مشخصات عدسیه های کروی چی است و چه قسم، از چی چیزها ساخته شده، چی است در اصل. عدسیه های کروی را اگر ما تعریف کنیم، میگیم محیط شفاف مانند چی؟ مانند شیشه که توسط دو سطح، یک سطح و سطح دیگهش چی شده باشه؟ محدود شده باشه، از محیط دیگه چی شده باشه؟ البته جدا شده باشه. پس که کم از کم یک طرف یک سطحش کروی باشه، این را ما به نام عدسیه یاد میکنیم. مثل عدسیه چشم، چشم ما یک عدسیه داره دوستا. کامره‌ای که فعلا شما میبینین، من البته من که درس میتونم، البته کامره‌ای که ثبت میشه یا از عدسیه ها ساخته شده، یا در اصل همی کامره خود موبایلتان از عدسیه ها ساخته شده در اصل. پس این عدسیه البته چی رول داره؟
این تمام عدسیه ها در اصل چی است؟ کروی هستن که کم از کم یک سطحش باید چی باشه؟ کروی باشه. عدسیه های کروی دو نوع است دوستا. یکی عدسیه کروی محدب است که محدب به این معنا که متقارب، متقارب به این معنا وقتی که نور بالای زو بتابه متقارب میشن، قریب یک دیگه میشن، نزدیک میشن. پس این ما بنام عدسیه های متقارب هم یاد میکنیم. عدسیه های متقارب یا عدسیه های محدب چی خصوصیات دارن دوستان؟ عدسیه های متقارب یا عدسیه های محدب چی خصوصیات دارن؟ شما در اینجا ببینین دوستان، عدسیه های متقارب یا عدسیه های محدب در اصل به عدسیه های گفته می شود که قسمت وسطشان ضخیم است و قسمت انجام هایشان چی از باریک است. قسمت وسطشان ما میگیم ضخیم است و قسمت انجام های ازی باریک است، یعنی قسمت وسطیش ضخیم و انجام هایش چی از باریک است. این ما بنام عدسیه های کروی محدب یاد بکنیم. عدسیه های کروی محدب خاصیتشان ای از دوستا وقتی که نور بالای از یا میتابه، وقتی که نور بالای از میتابه نور چی میشه؟ منکسر میشه. وقتی که نور بالای زمین تا و نور منکسر میشه، وقتی که نور بالای زمین تا و منکسر میشه، منکسر کدام طرف منکسر میشه؟ یعنی به یکدیگر نزدیک میشن که اینمی حادثش متقارب میشن، یعنی نزدیک میشن. این در اصل خاصیت عدسیه های محدب است که نور را به یکدیگر نزدیک میسازن که میگیم عدسیه های متقارب. دوستا عدسیه های متقارب دوستا یا محدب به سه بخش تقسیم شدن. یکیش عدسیه محدب الطرفین است، یعنی عدسیه محدب الطرفین به عدسیه گفته می شد که هر دو طرفش چی باشه؟ محدب باشه. هر دو طرفش چی باشه؟ محدب باشه. این به نام عدسیه محدب الطرفین یاد می کنن که هر دو طرفش محدب است. دیگهش عدسیه داریم ما، عدسیه محدب المستوی داریم دوستا، یعنی یک طرف از این محدب است و طرف دیگهش هم مستوی است. این نوع عدسیه ها دوستا باز هم متقارب هستند. وقتی که نور بالا از یا بتابه نور چی میکنن؟ متقارب میسازن، نزدیک میسازن به دیگر. و دیگه عدسیه که داریم ما عدسیه محدب المقعر، عدسیه محدب المقعر داریم که یک طرفش محدب و طرف دیگهش هم چی است؟ مقعر است. که عدسیه ها را با نام عدسیه های محدب المقعر یاد میکنن. این عدسیه ها مانند هلال محتاب واره است. وقتی که محتاب نو میشه یا آخر میشه مثل زو واره است دوستا. ببینید که یک طرفش محدب است و طرف دیگهش هم چی است؟ مقعر است. آمدیم سر موضوع دیگه دوستا که عدسیه های متباعد یا عدسیه های چی است. البته عدسیه های ما میگیم مقعر است. عدسیه های مقعر به کدام عدسیه ها میگن دوستا؟ عدسیه های مقعر به عدسیه های گفته میشود که قسمت وسطشان باریک و قسمت انجام هایشان ضخیم است. مثلا دوستا شما ببینید در اینجا اگر یک عدسیه باشه دوستا، خوب توجه کنید در اینجا، اگر نور بالای از یک عدسیه بتابه، اگر نور بالای از یک عدسیه بتابه پس این نور متباعد میشه. متباعد به این معنا که نور از یک دیگر چی میشه؟ دور میشه. نور از یک دیگر چی میشه؟ دور میشه. یعنی این عدسیه ها عدسیه های چی هستن؟ عدسیه های متباعد، یعنی دور کننده نور. نور از همدیگر پاش میتن، دور میسازن. این عدسیه ها در اصل چی هستن؟ البته چی خاصیت دارن؟ که قسمت وسط از این امیا باریک است و قسمت انجام های از یا چی از ضخیم است. این به نام عدسیه های چی یاد میکنن؟ عدسیه های مقعر یاد میکنن یا عدسیه های متباعد یاد میکنن که نور از همدیگر دور میسازن. این عدسیه ها هم دوستا به سه نوع هستن. یکیش عدسیه مقعر الطرفین، یعنی یک طرفش مقعر، دو طرفش چی است؟ مقعر است که قسمت وسطش باریک و قسمت انجام های چی است؟ ضخیم است. دیگه که هستک دوستا ما عدسیه ما میگیم چی داریم؟ مقعر المحدب، یعنی یک طرفش مقعر است و طرف دیگهش محدب است. حالا شما این فکر خواهد کردین که عدسیه محدب هم متربوط نه، پس عدسیه محدب چی بود؟ البته محدب المقعری بود که وسطش ضخیم بود و انجام هایش باریک بود. از این انجام هایش ضخیم است ولی وسطش چی است؟ باریک است. وقتی که نور بالای زی بتابه نور چی میشه؟ متباعد میشه، نور دور میشه از همدیگر دوستا.
دیگه عدسیه داریم، عدسیه مقعر المستوی داریم. عدسیه مقعر المستوی که یک طرفش مقعر است و طرف دیگه شام مستوی هستند. اگر در این عدسیه ها نور بتابه، نور متباعد میشه، نور از همدیگر دور میشه. دوستان آمدیم سر موضوع بعدی ما دوستا، که یک یادداشت داریم در اینجا. خب در این یادداشت ما چی میکنیم؟ البته میخواییم دوستا با شما بیان میکنیم که عدسیه ها چی خاصیت دارن. شما دوستا در اینجا ببینیم، خب دوستا شما ببینیم در اینجا اگر ما دو منشور داشته باشیم، اگر دو منشور داشته باشیم که دو منشور ما رس به رس به یک دیگر وصل کنیم، رس به رس وصل کنیم. ببینید دوستان رس به رس، یعنی این رس یا سیام رس است. اگر رس به رس وصل کنیم، آیا این یک شکل به ما نمیده دوستان؟ این یک شکل به ما نمیده. ببینید در اینجا دوستان اگر یک منشور باشه و منشور دیگه باشه، اگر منشور دیگه باشه دوستان، ببینید در اینجا اگر دو منشور باشه رس به رس، آیا این شکل به ما نمیده؟ میده. پس یک عدسیه چه قسمی به دست آمد؟ یک عدسیه مقعر به دست آمد. هرگاه دو منشور رس به رس به یکدیگر وصل شود، عدسیه که به دست می آید عدسیه مقعر است. هرگاه دو منشور قاعده به قاعده با هم وصل شود، قاعده به قاعده وصل شود، آیا یک عدسیه محدب طرفین به دست نامد دوستو؟ یعنی به این شکل. شما ببینید، شما خوب توجه کنید دوستو، ببینید یعنی نور وقتی که بالای ازی بتابه، نور به یکدیگر چی میشن؟ نزدیک میشن. اگر نور بالای ازی عدسیه بتابه، نور از همدیگر چی میشه؟ دور میشه. پس این خاصیت، خاصیت چی بود؟ اول یا بخش اول، اگر گفتیم که دو منشور قاعده با قاعده با هم وصل شود، عدسیه محدب، و اگر رس بر رس با هم وصل شود، عدسیه مقعر نامیده میشود. دوم به ما چی گفتن؟ محراق در عدسیه های محدب حقیقی و در عدسیه های مقعر مجازی است. دوستا ببینیم، محراق ما گفتیم چی است؟ محراق ما در فصل سوم بحث کردیم، در فصل دوم بحث کردیم که محراق چی را میگن. خب اگر یک عدسیه محدب مد نظر بگیریم دوستا، اگر یک عدسیه محدب مد نظر بگیریم دوستا، ببینید، خب هرگاه نور بالای ازی بتابه، ببینید در اینجا یا محور، محور اصلیش است، محور فرض شده است. باز پسان میگیم که یک عدسیه دو چی داره؟ البته مرکز انحنا داره، دو محراق داره و دو هم چی است؟ البته رأس داره. در اینجا ما میگیم دوستا هرگاه نور موازی به محور اصلی به عدسیه بتابه، نور چی میشه؟ البته متقارب میشه. متقارب یعنی نور مشکنه به طرف یک دیگر نزدیک میشه. ببینید دوستا نور وقتی که بتابه در اینجا، نور به یکدیگر نزدیک میشه. این قسمت ما گفته بودیم که محراق است. چی؟ محراق. حالا دوستا میگیم این از این قسمت شروع تا به این قسمت با نام فاصله محراقی یاد کرده بودیم، یعنی از راست شروع تا به خود محراق با نام فاصله محراقی یاد کرده بودیم. دوستا ما دیدیم که اگر چراغ به عدسیه بگیریم، ما دیدیم یا ذره‌بین کدام رو دیده باشین دوستا، ذره‌بین هم خودش یک عدسیه محدب است. پس در اینجا دوستا اگر ما نور بالای ذره‌بین بندازیم، ببین نور در یک نقطه که دیگر قطع میکنه، که ان شاء الله ویدیوهایش با شما شریک میسازم در اینجا. پس دوستا در اینجا وقتی که نور با یک دایگ نقطه که دیگر قطع میکنن، این محراق شد دوستا. یعنی ما دیدیم که نور آمد به یک دیگر نزدیک شد و دایگ نقطه چی شد؟ یک دیگر قطع کرد. پس این محراق به نام محراق حقیقی یاد میکنن، یعنی حقیقت داره، بچشم دیده شد که عدسیه های محدب محراقش حقیقی است، که نور ما میبینیم که نور میایه و بالاخره به یک دیگر چی میشه؟ نزدیک میشه، یک نقطه که دیگر قطع میکنه، جمع میشه یک نقطه، که این را ما بنا محراق حقیقی یاد میکنیم. محراق مجازی چی را میگن دوستا؟ که در عدسیه های کروی مقعر است. محراق مجازی اگر ما داشته باشیم دوستا، یک عدسیه کروی مقعر داشته باشیم، خب اگر عدسیه کروی مقعر داشته باشیم، نور بالای ازی اگر بتابه، این نور چی میشه دوستان؟ منکسر میشه و طرف بالا، یعنی از همدیگر چی میشه؟ البته دور میشه. از همدیگر دور میشه. حالا محراقی خود تشکیل نشد، نور در یک نقطه که دیگر قطع نکرد. پس ما چی میکنیم؟ این حالا ما میفهمیم که شعات منکسره، اگر امتداد یافته شعات منکسره را ما امتداد بدیم،
امتداد بدیم، امتداد بدیم. بالاخره در یک نقطه در عقب عدسیه یکی دیگر چی میکنن؟ قطع میکنن. یعنی دوستایی بچه‌شم دیده نمیشه که نور بیاید دوباره پس شات منعکسش یکی دیگر قطع کنه. نور خود از همدیگر دور میشه. ما میگیم اگر امتداد یافتهش، اگر نور منکسره امتداد یافتهش ادامه بدیم در یک نقطه یکی دیگر قطع میکنه. این هم محراق شد دوستا، ولی محراق، محراق چی؟ مجازی شد. پس فرق بین محراق حقیقی و محراق مجازی چی است؟ محراق حقیقی رو با شما تعریف میکنم. هرگاه شات منعکسه در یک نقطه یکی دیگر قطع کنه، محراق به نام محراق حقیقی یاد میکنن. یعنی هرگاه شات منعکسه، ببینید در اینجا دوستا رسم میکنم، میگم یک عدسیه است، نور بالا از این میتابه و این نور شات منکسره، ببینید شات که شکسته در یک نقطه یکی دیگر قطع کنن، اینی شات آمد شکست، شات منکسره یاد میشه. شات منکسره در یک نقطه یکی دیگر چی میکنه؟ قطع میکنه، در یک نقطه جمع میشه. اینمی نقطه را به نام محراق یاد میکنن. ما ببینید که بچه‌شم دیده شد نور آمد و در یک نقطه یکی دیگر چی کرد؟ قطع کرد. پس اینمی نقطه را به نام محراق یاد میکنیم. محراق چی؟ حقیقی، یعنی حقیقت داره که آمد و در اینجا چی دیدیم؟ که یکی دیگر قطع کرد. شما دوستا باز ما انشالله وسایل میارم اینجا براتون کار میکنم. دوستا شما ذره‌بین دیده باشین، ذره‌بین با شما این رافتا ببین، نوری که بالای خود ذره‌بین مفته کل از در یک نقطه جمع میکنه. اینمی ما بنا محراق یاد میکنیم، ولی چون بچه‌شم دیده میشه میگیم حقیقی، حقیقت داره. ولی محراق مجازی چی را میگن دوستا؟ هرگاه امتداد یافته شات منکسر است، کنین اینجا نور آمد منکسر شد رفت و طرف، امتداد یافته شات منکسر میگیم در یک نقطه یکی دیگر قطع کنه، این را به نام محراق، محراق مجازی یاد میکنیم دوستا. یعنی محراق حقیقی خود شات منکسره یکی دیگر قطع میکنن و محراق مجازی امتداد یافته شات منکسره یکی دیگر چی میکنن؟ قطع میکنن. حالا این سر موضوع یه بعدیش دوستا، ببینید نه وقتی که شات نوری بیایه و در یک نقطه یکی دیگر چی میکنن؟ قطع میکنن، که را ما به نام محراق یاد میکنیم. محراق هم حقیقی وقتی که شات میاین و یک وقتی که شات میای از یکی دیگر چی میشن؟ دور میشه. وقتی که امتداد یافته شده یک نقطه ما جمع میکنیم، وقتی که امتدادش میتیم یک نقطه یکی دیگر قطع میکنن، این را به نام چی یاد میکنن؟ به نام محراق، محراق مجازی یاد میکنن. شماره 3 چی از دوستان؟ عدسیه ها دارای دو مرکز انحناسی رو ما بعد ویدیو بر شما نشون میدم دوستان، و ببینین ویدیو رو دوستان در اینجا. خب در قدم اول ما لنز های محدب از بحث میکنیم، یا عدسیه های محدب، که عدسیه های محدب چی است؟ ببینید دوستا هرگاه ما میگیم دو منشور قاعده به قاعده، سعی کنید دوستا قاعده به قاعده وقتی که با هم وصل شود عدسیه ای را تشکیل میدن که به نام عدسیه متقارب یا عدسیه محدب نامیده میشه. ببینید دوستا در اینجا نور وقتی که بالا از یابتا و یکدیگر نزدیک میشن، سعی کنید دوستا یک دو عدس دو منشور است که قاعده به قاعده با هم وصل شده. من که قبلا بر شما بیان کردم دوستا، این منشور است قاعده به قاعده با هم وصل شده، یا نور منکسر می سازن که به طرف دیگر نزدیک میشن، به طرف یکی دیگر. این را به نام مرکز اپتیکی یاد میکنن یا مرکز نوری یاد میکنن. ببینید دوستا اینجا نور در یک نقطه که دیگر قطع کرد، اینمی نقطه را به نام محراق یاد میکنن، به نام محراق یاد میکنن. ببینید دوستا در اینجا. خب حالا من این در رابطه با این گپ میزنیم دوستا، گفتیم محراق عدسیه که از دو مرکز انحنا داره، دو مرکز انحنا، سه که اگر یک کره باشه و او هم یک کره باشه، این هم شعاع داره و این هم شعاع داره در اصل. یعنی اینی مرکز اول کره یا مرکز دوم کره، یعنی عدسیه قسمت از کره ها گرفته شده که این مرکز انحنا یک، این هم مرکز انحنا دوم. دو محور اصلی داره، یک محور اصلی، دو محور اصلی، یا مرکز اپتیکی یا اپتیک سنتر برش میگیم است. هرگاه نور موازی به محور اصلی به عدسیه بتابد، شات منعکسه در یک نقطه بالای محور اصلی یکی دیگر قطع میکنن، که اینمی نقطه را به نام محراق یاد میکنن، به نام محراق. ولی اینی فاصله از راست تا به از خود مرکز اپتیکی تا به خود محراق به نام فاصله محراقی یاد میکنن، به نام فاصله محراقی یاد میکنن. دوستا ببینین هر چقدر عدسیه ضخیمتر باشد تقاربش زیاد از تقارب، به این معنا که در اصل نور نزدیکتر یکی دیگر قطع میکنه. عدسیه را ببینین شما دوستا در اینجا، یه عدسیه نسبتاً
البته چیه زخیمتر است. تقارب شو ببینید در این قسمت آمد. نور منکسر شد در اینجا و فاصله محراقش چی است؟ کم است. و در اینجا ببینید این عدسیه نازک است، فاصله محراقش زیاد شد، تقاربش کم شد ولی فاصله محراقش زیاد شد. این تقاربش زیاد شد، فاصله محراقش کم شد. اینی فاصله محراقی و اون چی؟ تقاربش. دوستان من در ذربین به شما مثال دادم، ببینید وقتی که نور ما مندازیم بالای ذربین سه که نور میبینیم که در یک نقطه که دیگر چی میکنه؟ قطع میکنه. اینه می نقطه رو بنام محراق یاد میکنه. از این خاطر ما میگیم محراق محراق حقیقی است در اصل دوستان. و در چشم ما هم یک عدسیه محدب الطرفین وجود داره دوستا که این عدسیه توسط عضلات در بالا پایین چی شده البته محکم شده. وقتی که نور میایه این نور چی میشه البته؟ یعنی اجسام درون نزدیک که ما میبینیم این عدسیه زخیم و باریک میشه، زخیم و باریک میشه و ما اجسام میتونیم ببینیم که انشاءالله در بخش چشم در رابطه با این بحث میکنیم. خب دوستا حالا آمدیم در رابطه به عدسیه های کروی مقعر یا عدسیه های متباعد. متباعد به این معنا که نور از همدیگر دور می سازن. هرگاه ما گفتیم دو منشور را رس به رس وصل کنیم دوستان، رس به رس وصل کنیم، عدسیه ای که بدل به دست می آید عدسیه های کروی مقعر هستن. این عدسیه های کروی مقعر متباعد هستن، یعنی نور از همدیگر دور می سازن. یا محراقشان در کجا است؟ اگر ما امتداد یافته از این شعاعات امتداد بتیم، امتداد یافتی شعات منکسر را امتداد یا بتیم در یک نقطه در عقب عدسیه که دیگر قطع میکنن که این نقطه را به نام محراق مجازی یاد میکنن. شما ببینید دوستا امتداد یافتی شما در یک نقطه چی میکنه؟ قطع میکنه. این به نام محراق محراق مجازی شد، محراق مجازی شد. با اگر ما ذربین مقعر داشته باشیم باز نور در یک نقطه که دیگر قطع نمی کنن دوستا، نور از هم دیگر پاش میشه، تیت میشه و محراق از یا مجازی از در یک نقطه که دیگر قطع نمی کنن هیچ نمیشه و ما از مجازی چون به چشم دیده نمیشه در امتداد یافته شعات منعکسه در یک نقطه در عقب عدسیه که دیگر قطع می کنن. و خاصیت عدسیه های محدبی است که باز بعدا می خوایم تصویر مجازی حقیقی تشکیل میدن، یعنی سرچپه تشکیل میدن و حقیقی تشکیل میدن که ان شاء الله ما باز ما در رابطه با چی میکنیم بحث میکنیم ان شاء الله. خب دوستای عزیز این بود در اصل درس امروزی ما. تا جلسه بعدی شما را به خداوند پاک و یکتا می سپارم. خداوند یار و مددگارتان.